با سلام دوستان، امروز میخوام راجع به استارت کردن و استاپ کردن شل با شما صحبت بکنم. با هم آشنا خواهیم شد که چطوری میتونیم دستور اگزک رو اجرا بکنیم و مفاهیم پیرامون این دستور اگزک رو هم که مربوط هست به پروگرام پروسس و فورک رو با هم بررسی خواهیم کرد. ولی در ابتدا من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم یک شل رو استارت کنیم و استاپ کنیم. ببینید بچه ها، همونطور که قبلا هم خدمتون گفتم، اولا ما با نوشتن دستور cat etc و بعد shells لیستی از شل هایی که داریم رو به دست میاریم. مثلا ما bin bash داریم و یا user bin bash که معروف ترینشون هستش. البته بچه های دیگه مثلا که هر کدوم جایگاه خودش رو داره. ببینید، من اگه وارد یکی از این bash ها بخوام بشم، فقط کافی دستور bash رو بنویسم، نامش رو بنویسم و بعد واردش میشیم. حالا اگه بخوام از بش خارج بشم، سه تا دستور رو همیشه چک بکنید. سه تا دستوری که خدمتتون عرض میکنم، یا exit بنویسید، یا log out بنویسید، یا خدمتتون عرض کنترل دی رو بزنید. این سه تا کار رو میتونید بکنید. پس من وارد یه بش میشم، با دستور log out رو اول مینویسم ببینم کار میکنه کار نمیکنه، دستور exit رو مینویسید. الان از بش اومدم بیرون، یه exit دیگه اگه بنویسم یا کنترل دی رو بزنم، از کل چی میرم؟ از خود ترمینالم میرم بیرون. دقت بفرمایید، اینجوری فرقی هم نمیکنه چه شما اینو توی ترمینال سوپر یوزر بنویسید که همون ترمیناله. الان من جا اول باید پسوردم رو وارد کنم چون تو مود سوپر یوزر هستم. اینجا وارد بش بشم، خب، و بعد اگزییت بنویسم، یه کنترل دی رو بزنم، کلا از محیطش اومدم بیرون. هیچ فرق چند داره؟ قبلا هم گفته بودم بهتون بین این ترمینال سوپر یوزر و کنسول وجود نداره. ما یه ترمینال دیگه هم البته داریم، ایکس ترم اگه اشتباه نکنم. بله، اینم به همین شکل هستش. البته این ماکسیمایز نمیشه، یعنی نمیتونم اینو بزرگترش کنم به راحتی. اجازه بفرمایید مثلا همینجا من اگه برم وارد بش بشم، حالا فرض کنید مثلا میخوام اگزییت کنم، کنترل دی رو بزنم میاد بیرون. مسئله دیگه که وجود داره، ببینید بچه‌ها، اینا محیط های گرافیکی بودن که دیدیم، یعنی این کنسول، ترمینال سوپر یوزر و ایکس ترمی که اینجا خدمتتون نشون دادم، این هر سه تا گرافیکالن، یعنی شما راحت میتونید با موس و کیبورد کار کنید. ولی در اصل ما یه مود دیگه به نام فیزیکال ترمینال هم داریم. خب ببینید بچه‌ها، اگر بخوایم ما تو مود فیزیکال ترمینال، میگن مثلا وارد فیزیکال ترمینال بشیم، از فیزیکال ترمینال استفاده بکنیم، یا مثلا تو مود کرنل از ترمینال استفاده بکنیم، فشردن کلید های Alt Control F1 F2 یا F3 واسه من F1 کار میکنه، ممکنه واسه شما F2 یا F3 کار کنه. به هر حال Control Alt رو پایین نگه دارید و F1 رو میزنم. الان خدمتتون عرض شود که دقت بفرمایید چی نوشته. نوشته Welcome to Open Source Leap 15.2 کرنل مدل 5.3.18 و الاخر. خب شما نام کاربریتون رو باید اول بزنید، وارد بشید. همینجا تو این محیط هم دستور exit کار میکنه و خدمتتون عرض شود که اگه دقت بفرمایید بعد از اینکه من exit رو نوشتم، logout اوتوماتیک نوشته شد. حالا یک بار دیگه هم، ولی اگه بخوام کلا از محیط ترمینال، فیزیکال ترمینال بیام بیرون، دوباره باید دگمه های کنترل alt و F7 رو این بار بزنم تا بیام بیرون. پس نگاه کنید، ما تو هر محیطی باشیم، چه محیط گرافیکال حالت از این کنسول یا ترمینال سوپر یوزر استفاده کنیم، و یا چه وارد فیزیکال ترمینال بشیم تو مود کرنل، برای خروجش هست همین دستوراتی که گفتم خدمتتون عرض کردم استفاده میشه. برای رفتن به داخل محیط فیزیکال هم توی قبلا هم خدمتتون عرض کردم، کنترل alt F1 F2 یا F3 برای ورودش، و کنترل alt F7 برای یه بار دیگه امتحان میکنیم، کنترل alt F1 برای ورود بهش، و مثلا ببینید شبیه همون محیطه، کلیر دستوراتی که اونجا کار میکنه اینجا هم کار میکنه. حالا کنترل alt F7 رو که من بزنم میام ازش بیرون، و اومدم بیرون. خدمتتون عرض شود که اما قبل از اینکه من دستور exec رو، ما با استفاده از exec هم میتونیم دستور exec رو، اجازه بدید من اینجا بنویسم بچه‌ها. دستور exec که من الان میخوام اینجا بنویسم در حال حاضر کاری نمیکنه. نگاه کنید، کاری نمیکنه، ولی دستور بسیار مهمی است و در خانواده exec ما انواع exec ها داریم که با پارامترهای دیگه هم استفاده میشه. برای فهمشون شما نیازه که یه سری مفاهیم رو اول متوجه بشید که من اینجا
براتون جمع کردم. ببینید ما سه تا مفهوم داریم که در کنار هم استفاده میشه و باید ریلیشن اینها ارتباطشون رو خوب بفهمیم. اولین مسئله پروگرام هستش. پروگرام همونطور که خودتون حالا توی دانشگاه یا زمینه کاریتون باشه یا اینکه زمینه حالا میشه علاقتون باشه، کلمه پروگرام خیلی شنیدیم ما. پروگرام نصب میکنیم و فلان، ولی ما از دید برنامه‌نویسی داریم نگاه میکنیم و از دید مخصوصا حالا لینوکسی. تو دیدگاه لینوکسی ما یک برنامه رو در واقع تلفیق از دستورالعمل‌ها و گلوبال دیتا میدونیم، که در دیدگاه لینوکسی ما این رو به صورت فایل میبینیم، یعنی حالت پسیو داره. فکر نکنید که خیلی اکتیو هستش، خیر، پروسسه که اکتیوه. حالا بهتون توضیح میدم پروسس چیه. پروسس موجودیتی هستش که توسط کرنل مثلا خود سیستم ما ایجاد شده و برنامه رو اجرا میکنه. در واقع میشه گفتش که عامل اینجا پروسس هستش و پروسس هستش که روی پروگرام عمل میکنه و پروگرام ها همونطور که خدمتتون عرض کردم حالت پسیو دارن. دارای کد سگمنت و دیتا سگمنت و استک و کنترل دیتا هستش و موجودیت فعال محسوب میشه. پس ما اون چی که باش سر کار داریم پروسس ها هستن. حالا کی پروسس رو ایجاد میکنه؟ ببینید مفهوم دیگه داریم به نام فورک که الان خدمتتون توضیح میکنم. فورک یه سیستم کاله که همون پروسس یا پردازش رو ایجاد میکنه و ما دو تا بحث داریم. یک مسئله نسخه کلون شده پردازشه و پردازش فراخوان، که نسخه کلون شده رو بهش میگن فرزند و پردازش فراخوان رو بهش نام والد یا پدر، پردازش پدر خوانده میشه. مثلا من اگه یه کدی داشته باشم PID، یه تابعی داشته باشم، مثل این که الان اگه نگاه کنید پارامتر ورودی اینجا void هستش، درسته؟ پارامتر ورودی چیه؟ void، هیچ چیزی داخلش نیست. و پارامتر خروجی من PID است که شماره پروسس رو بهم میده. از روی PID میتونم بفهمم که بچه ها این پردازشی که، چون ما همش دو تا پردازش داریم دیگه، وقتی گفتم ما چیزی به نام فورک داریم، یعنی تابعی به نام فورک داریم، این فورک مسئولیتش ایجاد پروسس هاست. خب حالا فورکی که پروسس ایجاد میکنه دو تا پروسس هم، یکی پروسسی هستش که پدر نامیده شه و پردازش دیگه که کلون شدهش هست پردازش فرزند نامیده شه. پردازش فرزند رو میخواییم بفهمیم، اگر PIDش صفر باشه میگیم این پردازش فرزنده، یعنی نسخه کلون شده هستش، و اون پردازشی که پردازش فراخوان نامیده بشود یا پردازش پدر خونده میشه، اون یک PID مخصوص به خودش رو داره، یه عدد مثلا 5 رقمی، مثلا 21532 و اینجور چیزا بهش تعلق پیدا میکن. خب حالا ما بعد از این مفهوم باید بریم سراغ exec. چرا exec؟ در واقع یه دستوری هستش که استفاده میشه تا یه دست exec رو ما استفاده میکنیم به همراه دو تا پارامتر. الان اینجا اولش با یک پار دو حالت من بهتون نشون خواهم داد اینجا، ولی در حالت اول رو میگه. میگه exec یک فرمانی است که در لینوکس استفاده میشه تا چیکار کنه؟ یه کمندی رو از داخل بش اجرا کنه. این کمند نگاه کنید کیو داره میگه؟ exec رو داره میگه. این یه پروسس جدید ایجاد نمیکنه. دقت بفرمایید، پروسس جدید پس کارش ایجاد کردن پروسس جدید نیست، بلکه چیکار میکنه؟ جایگزین کردن بش هست با اون کمندی که قرار اجرا بشه. حالا این یعنی چی بچه‌ها؟ این یعنی چی؟ اینو با مثال میتونیم راحت بفهمیم، ولی اینجا تعریفش زیاد جالب نیستش و خدمتتون عرض شود که زیادم گویا نیستش. حالا پارامترهای مختلفی داره، مثلا آرگومان هاش رو میبینید، ریدایرکشن کردنش رو میبینید که مثلا یک فایل رو میدیم تا ریدایرکشن بشه بهش، که با مثال بهتون نشون میدم. خب پس تا اینجا فهمیدید که کار exec بچه ها چیه؟ پروسس جدید رو ایجاد نمیکنه، فقط کارش در واقع میشه گفت ریپلیس کردنه بش هست، اون شل بشه، با چی؟ با دستوری که قرار اجرا بشه. حالا بهتره ما بریم سراغ در واقع کنسول خودمون و اینجا بنویسیم. ببینید حالت دو حالتی که گفتم اینجا توضیح نداده، اینو دو حالت هستش. حالت اول حالتی هستش که ما دستور exec رو به همراه با یک آرگومان استفاده بکنیم، مثلا یه چیزی بهش بفرستیم، یه دستور در به عنوان پارامترش ذکر کنیم. الان من دستور list رو list، یعنی ما همینجوری دستور list کار میکنه. اجازه بفرمایید من list رو نگاه کنید، list برای ما کار میکنه، این دستور listه. ولی وقتی من exec رو مینویسم ls، خروجی رو نگاه کنید، اینجا من اصلا این رنگ دو تا تفاوت رنگ رو نگاه میکنم، اینجا رو به صورت آبی و سبز زده و اینجا بی رنگ.
این اگزکی که میگیم در واقع داره دستور ls رو، کمند ls رو در داخل شل اجرا میکنه. خب که معمولا این کار برای این استفاده میشه که ما پروسس جدید رو ایجاد نکنیم. حالا ما پس حالت اول گفتیم استفاده از یک اگزک هستش به عنوان و یک کمندی در کنارش به عنوان آرگومان. حالت دوم که اینجا توضیح داده و گویا نبوده این هستش که چیکار کنیم به اون کلمه redirection اینجا استفاده شده به عنوان تو سینتکسش به عنوان آرگومان، که ما بیایم replace بکنیم، یه به عنوان چی؟ replace استفاده بکنیم. چجوری؟ من اگر یه مثال رو براتون میزنم نگاه کنید، ما اولا وارد یه بش بشیم، یه شلی بشیم به نام بش مثلا، خب و بعد بذار دوتا دستور مثلا آها اینجوری بنویسید exec رو بنویسید و بعد مثلا بنویسید temp. temp الان یک فایله، من دارم چیکار میکنم؟ redirection رو انجام میدم. ببینید بچه ها اینجا رو میبینید، مگه به عنوان آرگومان redirection رو دیدید؟ الان دارم چیکار میکنم؟ replace رو انجام میدم و عملیات ریپلیسینگ رو میخوام انجام بدم. از این به بعد من هر چی دستور تو این بشم بنویسم دیگه این دستور روال اجرایی معمولی رو نخواهد داشت. الان مثلا من ls بزنم انتظار خروجی نخواهم داشت تا وقتی که چی بچه از بشم خارج بشم. یا مثلا بنویسم echo، این دستور echo هم اجرا نمیشه. I cannot see any result inside bash because of exec. اوکی حالا تا وقتی که من تو این بش باشم به خاطر ریدایرکشنی که انجام داده دستور exec هیچ خروجی نخواهم دید، ولی به محض اینکه خارج بشم، الان نگاه کن از بش اومدم بیرون، بعد دستور cat رو بنویسم tmp. ببینید بچه ها خروجی رو ملاحظه می‌فرمایید؟ خروج این خروجی که الان من هایلایت کردم از bin تا videos نتیجه اجرای چیه؟ دستور ls. و خروجی خط آخر هم همین اکوی هستش که میبینید. پس ببینید چقدر راحت و exec تونسته عملیات redirection رو انجام بده داخل بش، باعث بشه که خروجی هایی که وقتی من نگاه کنید بش رو زدم وارد بش شدم، تمامی خروجی هایی که بعد از دستور exec من اومده منتسب شده به این فایل temp. و من وقتی محتواش رو وقتی اومدم بیرون از بش البته و محتویاتش رو با cat tmp نوشتم، دیدم که چه اتفاق افتاد. بچه ها خروجی ها رو در داخل TMP ذخیره کرده برنامه من. این کار ریدایرکشن کردن و یا منتسب کردن یک پردازش به یا منحرف کردن، اینجوری بهتون میگم، منحرف کردن روال اجرای آنچه که در داخل یک بش اتفاق میفته توسط exec، کار رایجی هستش که ما از دستور exec انتظار داریم و عملا این به این گونه استفاده میشه. و اون روش اول که استفاده از exec به عنوان اجرای یک دستور بوده معمولا استفاده نمیشه. این تو لینوکس اینو خیلی زیاد میبینید که ما بخوایم توی بش یه سری دستورات رو بخوایم اجرا بکنیم و به این شکل خروجی تولید بکنیم. به هر حال امروز با هم دیگه پس دیدیم، آشنا شدیم با هم که چجوری میتونیم وارد یه بش بشیم، چقدر راحت میتونیم از یه بش خارج بشیم، با چه دستوراتی، با دستوراتی که خدمتتون عرض کرده بودم، یکی دستور exit بود، کنترل D بود و همچنین نوشتن logout اگه کار بکنه، حالا تو destroy مختلف متفاوت هستش. و دیدید که حالا اینا محیط های گرافیکی بودن، یعنی ترمینال های ما گرافیکی بودن و گفتم اگه میخوایم بریم تو فیزیکال ترمینال با فقط فشردن کنترل آلت و F1 F2 و یا F3 که واسه من F1 کار کرد، وارد محیط ترمینال میشم و بعد اونجا حالا هر کاری میخوایم بکنید، هر دستوری مینویسید انجام میدید کارتون رو و در پایان از بش خواستید اجرا بشید خارج بشید، دکمه های کنترل آلت و F7 رو میزنید. با هم با مفهوم exec، پروگرام، پروسس و در واقع میشه گفتش فورک آشنا شدیم. به طور خلاصه خدمتتون عرض کردم که کار فورک این هستش که پروسس رو اجرا کنه و پروسس هم کارش این هستش که پروگرام رو فراخونی میکنه. حالا در میان پروسس ها پردازش پدر داریم و پردازش فرزند. فرقش فقط اینه که پردازش فرزند عملا دارای PID صفر هستش و تابع فراخوان فورک ما یک عدد منتسب میکنه به پردازش پدر.
همچنین آشنا شدیم با دستور exec. گفتیم exec در واقع کارش پردازش رو جدید رو ایجاد نمیکنه و عملا کارش که استفاده کردن ازش برای اینکه ما یک کمندی رو replace the bash with the command to be executed، بهترین تعریف همین هستش، یعنی جایگزین کردن یک bash با کمند هایی که قراره اجرا بشه، که معلوم تو مثال خودم از redirection استفاده کردم و تو این مثالی که الان با هم نگاه کردین از exec برای redirection کردن دو تا دستور ls و echo به فایل تکست tmp استفاده کردم. و البته گفتم میتونیم از خود exec برای اجرا کردن یه دستور هم استفاده. ببینید بچه ها، من دو تا میخوام اینجا دو تا تب باز کنم، دو تا تب تا شما متوجه بشید. ببینید من اگر وارد یه بش بشم و بعد exec ls رو بزنم، دستور چیکار میکنه؟ لیست رو exec میکنه، یعنی دستور exec میاد ls رو به عنوان پارامتر میگیره و خروجی رو تولید میکنه. خب ولی اگر اصلا وارد بشی نشم و خود exec ls رو بزنم، باعث چی میشه بچه ها؟ exit میکنه. ببینید تب من بسته شد و برگشتم به تب اولم. این استفاده، این هم یادتون باشه از این کار، یعنی exec ls برای بستن یه ترمینال هم میشه استفاده کرد. خب امیدوارم که از ویدیوی امروز خوشتون اومده باشه. ویدیوی ما رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید. موفق باشید.